بازماندن از چمپیونز لیگ، حسودی هم تیمی ها، خدافظی از رئال. سلام و درود دوباره شما تس از مدت ها برگشتین دوباره با بیکام لجند مهدی. اما وقت رفتنه، وقت اینه که پس از 2 سال موندن تو رئال مادرید، 3 سال پس از 3 سال موندن تو رئال مادرید این باشگاه رو ترک کنیم. به خاطر خودتون میدونید به خاطر چه افرادی من دارم این باشگاه رو ترک میکنم، نباید بهتون بگم، خودتون میدونید چه به خاطر چه افرادی به خاطر چه چیزی من دارم باشگاه رو ترک میکنم. به اضافه اینکه الان میخوایم تیم جدید پیدا کنیم، در کنارش مهدی اگر بتونه توی این پارت توپ طلای بعدی رو بگیره، رسیده به رکورد رونالدو، یعنی 5 تا توپ طلا. اولا اینکه اینجا گفته مهدی خان بازوبند کاپیتانی برای 1 سال دیگه حفظ میکنه، داشتم جواب خیره چون من میخوام برم. متاسفانه خیلیاتون گفتین از رئال نرو، ولی وقت رفتنه. رونالدوش هم رفت، بنزماش هم میله، اوزیلش هم رفت، همه میرن، یک روزی بالاخره هم اومد برم. من الان فقط نمیدونم که چه تیمی قهرمان شده بود که برم تو اون تیم، ولی میخوام ریسک کنم. به لیست پیشنهاداتمون اول ببینیم. من سیتی درخواست داد، آقای پپ گواردیولا من بهش درخواست دادم، اون درخواست داد، گفته 52 میلیون شما رو میخوام. خب یعنی خودش خواسته، ولی من ترکیب تیمش رو ندیدم، میخوام ترکیب تیمش رو ببینم. یعنی احتمال خیلی زیاد به جای هالند میخواد، ولی دروازه‌بانشون بوزه. به خاطر همین من درخواست میدم. به کی درخواست میدیم اصلا؟ من نمیدونم این پی تیم چیه، این تیم آبی چیه. بذار به همین درخواست میشه شاید ما رو گرفت. نمیشناسم تیم رو، ولی همینجوری گفتم شاید ما رو بگیره. الان درخواست اومده از پی اس جی ببینم. بله پی اس جی گفته شما رو ما 52 میلیون 561 که دقیقاً رقمیه که گواردیولا به شما پیشنهاد داده، ما میخوایمت. دقیقاً همون رقمه. خدا نگهدار رئال جان، خیلی واسه من زحمت کشیدین، ولی من باید برم. قرارداد به به، میخوام با کوچرو که ربات بیا یا خواهشم. با چقدر بی شعوری بابا، سرسینا رو نگاه کن. ماشاءالله واقعا آلیست، واقعا آلیست مهدی خان. پس بازگشتی آمدن پرشکوه شما رو در این تیم تبریک میگوییم. امیدواریم که در این تیم بتوانی توپ طلا رو از امباپه و مسی بکشی بیرون، چون امباپه و مسی فقط میتونن توپ طلا رو بگیرن، اونا نتونن بگیرن. تو نذاری به اونشو پاس گل بدی و نذارن گل بزنن تو میبری. خیلی استقبال از من و همراهی شما تشکر میکنم. من مهدی خان هستم. من تو استادیوم میبینمت. کیو میبینی؟ میبینمتون. شروع جدید در پاریس سن ژرمن در هنگام رونمایی قرارداد جدید باشگاه مهدی خان. این رو برای گفتن داشتم. من میخوام از باشگاه تشکر کنم، تصمیم گرفتم منو به اینجا بیارم و یک نمی کنم تا روز مسابقه شبا خوابم ببره. اوکی، در این ویدیو میخوام واسه مهدی سنگی تموم بذارم، چون میخوام واقعا از ته دل توپ طلای بعدی رو بگیرم. خدای یکم یه جوری شدم از رئال اومدم بیرون، ولی خب اوکی. جای من تو این تیم مهدی خان. جمله در کنسرت مطبوعاتی گفته این تیم بخش بزرگ از هویت من نمیتونم تصور کنم که روزی بهش پشت کنم. پدر سوخته تو، تازه بذار عرق از رئال اومدنت خوش بشه. با رئال هم بازی داریم که پایین دوستانه، بذار بیا یه بازی بکنی بعدا این حرفو بزن. شماره دلخواه چی بودم بی تربیتی عزیز، شماره 10 نگیر واسه نیمار، 11 رو بدید. ریپای اومده اینجا، چقدر مهاجم تو گرفتی پدر سوخته، چقدر پول کجا بردی تو اصلا؟ آقا رسیدیم بازی با رئال مادرید 3 بعد از ظهر. من نمیدونم با چه روی بازی بکنم جلوی رئال، ولی باید بریم بازی کنیم. در ترکیب اصلی قرار داره مهدی خان هستش، لیونل مسی هست، نیمار هست، بهترین ترکیب عمر خود پاریس همینه. فکر کنم سقف رقمم بوده، شا سقف رقم بوده، 52 میلیون فکر کنم سقف رقم بوده. عجیبه که هم گواردیولا هم پاریس دوتاشون یه رقم پیشنهاد دادن، عجیبه. به به فرشگار رو نگاه، مهدی خان آخر صفحه. بله اونورم نگاه نمیکنه. بعد شماره 11 رو گیریم. آفرین کلام شماره 11 دیگه. من معذرتون این چی نمیخوام، ببخشید ولی ما با شما رو بریم. آقا اینو رئالی معذرت میخوام، ولی باید ببریمتون. حاجی جان، جان هر کی دوست داری گل نزن، بکشین جلو من باید گل بزنم. نمیدونم من باید رئال گل بزنم، نمیدونم من به هر قیمتی. مسی توپو گرفته به وسط میخواد بیاره به مهدی خان، پاس بدن. مهدی پاس میده به خود نیمار شوت. بابا ولمون کن، مسخره کردیم ما رو. مهدی خان بازی چون میکنه پاس به فراتی. همچنان هماهنگ نشدم من با اینا، ولی خب دارم تلاش خودمو میکنم. مهدی دور زد، هلو شوت. امباپه پاس میده، هلو مهدی. باختیم، اشکال نداره آقا، اشکال نداره، تو لیگ قهرمانان نشون میدیم، اشکال نداره، اصلا اشکال نداره. ببین فقط من با این وضعی که دارم بعید میدونم توپ طلا رو امسال ببرم، بعید جدی. با نانتس فرانسه بازی داریم. آقایون نانتس یکی از بهترین تیمای فرانسه هستن و ما باید اینا رو بهتر کنیم که مهدی خان بتونه هم جایزه بهترین بازیکن اروپا بگیره هم توپ طلا رو. همین اولی بازی لیگ ما چیکار داریم میکنیم واسه کی دادا؟ بازی رو بمون شماره 11 شروع میکنه. ببین من پس از بستن بازوبند کاپیتانی رئال مادرید پشیمون شدم از کاپیتانی جدی، چون کاپیتان میشی اصلا نمیدونم چرا همه میخوان کودتا کنن علیت. یالی
حال کردی؟ حال کردی؟ حال کردی اگه تو یا نکردی؟ پاس زیبایی بود امباپه. عالی بود، عالی بود. زوی زیبایی میش میگه یه سر توپ یه دونه آوردم تو نگرفتش. من شوتمو زدم، میخواست بگیره آقا، میخواست بگیره. واسه میگوشیم نیمه اول یک برش به نفع ما. این تیم بدی نسبت به رئال نبود اومدیم. نگاه کن آقا تا آخر فصل نگاه کن، میگی نگاه کن دیگه. لایه بازی دوستانه بود دیگه، جلو رئال باختیم. حالا یه حرف میزنه. چرا تو تکشیدی عقب؟ چه خبره؟ بله تمام. یکی بر هیچ برده. زیبای پی اس جی هم راه هستیم. بهترین بازیکن سال اروپا رو من نمیشم. چرو میگیره؟ میگیره جایزه بعدی. شو قرونه دستمالت برم. قرونه کرواتت بله. فکر کنم چهارمین جایزه یه لیگ قراره بهترین بازیکن اروپا رو گرفتیم. چهارمین جایزه رو میگیره ان شاء الله. بریم توی هفته 13 و منتظر توپ طلای متیخان باشیم واسه پنجمین بار. پس از افتخاری که به دست آورده گفتم امیدوارم کسب این افتخار نیز بتونه به تیم کمک کنه. این فقط مربوط به من نیست. رسیدیم به چمپیونز لیگ. ببینم که به چه گروهایی خوردیم. اطلاعات تورنمنت تا چمپیونز لیگ مرحله گروهی خوردیم. گروه مرگیم فکر کنم. اولمپیاکوس، بورسیا دورتموند، سالزبورگ و پاریس سن ژرمن گروه مرگیم. اولین بازی داریم با سالزبورگ در ورزشگاه آنو ساعت 9 شب. ما دوم جدولیم فعلا با تفاوت دو گل اون اولا و بریم این بازی بکنیم ببینیم که متیخان چیکار میکنه در اولین بازی چمپیونز لیگ خودش با لباس به پی اس جی. اولین بازی متیخان به عنوان فوروارد نوک پی اس جی با شماره 11. انقدر اینو میگه دوست دارم شماره 11 یا علی راموس چرا انقدر ترسناک راموس. بله چه عجب کشیدیم بالا. من نمیدونم چرا جلوی نانت ما تا تگشته بودیم آقا. اولین مار بود من دیدم تا تگ تیم میکشه عقب. متیخان یه چرخ میزنه اونجا شوت بود. پارت قبلی به تو گفته بودم تمرین شوت میخوام بهش بدم شوتشو تا تپور کنم. الان نتیجهشو داریم میبینیم. نگاه کن از کجا گل زدم. از 20 قدمیه دروازه ترکوندم تو پاس رو داشته و اونجا متیخان توپو لو نمیده و خودش حرکت کرده شوت بدی. یه بدن زیبا حالا کاتشو بده بزن. وای 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 یو عبد فصل یو علی راموس برو به استقبالش داری نگاه چی میکنی؟ نیمه اول با برتری یک بر هیچ با گل متیخان بزرگ. 97 شد اوورالم. 96 یا 7 نمیدونم دقیقا. میخوام ببینم تا اوورال چند میره بالا با این سنی که من دارم. فکر کنم الان سنمون 24 سال شده فکر کنم دیگه اگه اشتباه نکرده باشم. بابا پاس بابا پاس بابا پاس همینو مهدی بزن گلش کن. یک بر هیچ. من به نظرم یه ذره مهدی گلزنیش داره اوف پیدا میکنه. حواسم باید بهش باشه. چند سالش شد مهدی؟ 25 سالم شد. چقدر زود. بابا اوورالا رو نگاه کن. آه روند رشدمو داری میبینی سمت راست؟ زیاد بالا نمیره. فکر کنم تا 100 بیشتر نرفت. اونجوری فکر میکنم. این چیزی رو تغییر نمیده. مهدی خان در مورد دعواش به تیم ملی گفته چیزی تغییر نکرده. من برای انجام کار مهمی در ترکیب هستم و کسی هستم که در این کار مهارت دارم. بازوبند کاپیتانی هم هست. اوه اینا که میخوایم باشون بازی کنیم. دوم جدول هستم. ما صدر جدول هستیم. اگر اینا ما رو ببرن میرن 100 پس بعد حتما باشون بازی کنیم 102 بعد از ظهر. مارکینیوش چی گفته؟ مارکینیوش گفته من واقعا میخوام از این شروع تیم استفاده کنم. بهترین اتفاق هنوز سوراخه. خیلی خوب بریم بازی کنیم. متیخان در رکیب اصلیه. بله متیخان مشاهده میکنی سر آورده بالا. چارزرش چقدر کوچولو شده بود. چقدر اون کوچیک شده بود. متیخان پاسو دادن. متی یه دونه دیریبل کشوی زیبا حالا شوت. آفرین. حالا کات دار تمام. این از هوش مهدی است. حالا هی بگو مهدی گوش نداره. بفرما هوش بفرما هوش بفرما حراجه. برو برو بریم. میخوام از وسط دوتاشون رد شم. میتونم میتونم یا نمیتونم؟ نتونستم از اون دوتاشون رد شم. چرا؟ چون باید چر باشه یک بازیکن که بتونه از لای اون دوتا رد بشه. یک بر صفر نیمی اول. شماره 11 این تیم مهدی خان بزرگ برو گم شکنار. بکش 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 بزن. دمت گرم. گفتم یه سانت کش میخوام دمت گرم. چه گولی زدم چه فراری در آفساید. حال کردی اگه سری درومی در رو رکس بگیره بزن رو سر تیتر روزنامه ها بچه ها کیف کنن. ممنونم ممنونم واقعا ناکو تیم به این میگن. الان آقای رودریگو بود خودتون میدونین چی کار میکرد. بفرما بفرما اینه پاس گل بزنش بزن گلش کن. برو بابا بگی نیمار بزن گلش کن ببینیم. آفرین باری کلا آفرین باری کلا صد باری کلا. بله تمام است. سوتو بزن دامر تمام تمام. دو تا گل یه پاس گل ماتیک تمام کرد رسالت خود رو. صدر جدولیم. موناکو چرا داره همینجوری داره میاد بالا؟ ساعت 9 شب با دورتموند بازی داریم. ما صدر جدولیم. پورتای متواری پاریس سن ژرمن آقای اونامندز گفته تیم در حالت حاضر تیم در حال حاضر عملکرد خوبی داره. من واقعا حس می کنم که هم درجه یک جهت هستیم و در ورزشگاه خودمون ساعت 9 شب با دورتموند چمپیونز لیگ بازی داریم. برو برو بازی کنیم. این داور وسطی آشناست. این داور وسطی مطمئنم یه با داور واقعیه. بابا بابا برگشت. بابا زیبایی بابا بابا نف دومی نفر حالا شوت. سر توپ مهدی پدی گرفته توپو میاره کاتش میده در آورد. دورتموند تیمیه که ما مسابقه کنیم باش.
آفرین سانتر، آفرین بر تو. در سوخته در آورد تو پمو، کسافت. این چیه این باپه، این چی آخه، من چی بگم به تو الان؟ مسیح بزن گل شه. این پاسکاری تو دفاع. بازی داریم با موناکو، موناکویی که دوم جدول و سه امتیاز با ما فاصله داره و ما صدر جدولیم. اگر که بتونیم موناکو رو در هم بکوبیم فاصلمون خیلی زیاد میشه با بقیه تیم ها. خیلی خوب مدی خان گفته چی در مقابله با بازی روبرویی که داریم با موناکو؟ گفته چی، من منتظر هر مسابقه هستم، برام فرقی نمیکنه. اوکی، بعد شما گفته شما در مرحله گروهی عالی بودی. آها، چمپیونز لیگ عالی بودیم، صعود کردیم از گروه. کیا تو ترکیب هستن؟ دیپای هست، مسی هست. مسی با من خیلی خوبه، دفاع رو خیلی خوب چیدی، آفرین. تازه شروع میشه و مهدی خان به دنبال توپ هست. این بازی رو باید حتما ما بهتر کنیم موناکو رو که فاصله مون زیاد بشه، مگر موناکو اگر تفاضل گلش نسبت به ما بهتر باشه حتی این بازی بار میاد صدر. وای، گل خوردیم از موناکو، چه وضعشه؟ گلشه، گلشه. ویلکون، ویلکون این چرت و پرتا رو بذار خودم از اینجا بزنم بره گلشه. اوه، ویلکون، ما باختیم این بازی. خیلی خوب داره کار میکنه موناکو. موناکو عالی داره کار میکنی. نمیرسی، نمیرسی جوجه خان. جوجه خان نمیرسی. نمیرسی، خب دارم میگم بهت، دارم میگم بهت نمیرسی که. یک بر هیچ باختیم نیمه اولو. ای چین هم که گل میخورین و شانس آوردیم. یا خدا، خدا چیکار دارن میکنن اینا با تیم ما؟ بده من بزن ببینم، تمومش کن دیگه. زدن مسیو، مسیو زدن، میگم پاس بده به من. تمام میکنه. ممنونم ازت، ممنونم کلیان امباپه. حالا کامبک توسط مهدی خان داشته باش، داره چیکار میکنه. تیم هماهنگ باشه همه رو ما میبریم. تمام، تمام، برد. توپ طلاه، توپ طلاه، 100 درصد توپ طلاه. حالی مهدی، مهدی بگیر. گرفتم، گرفتم توپ طلای بعدی رو گرفته. چی مهدی خان توپ طلای پنجم من رسیدم به رکورد کریستیانو رونالدو، 5 تا توپ طلا گرفتم. سری بعد رکورد کریستیانو رونالدو خواهد شکست. به نظرتون سری بعد توی پارت بعدی، تو فصل بعدی که میخوایم انجام بدیم، میتونیم رکورد رونالدو رو بشکنیم یا نمیتونیم بشکنیم؟ 6 تا توپ طلا میشه مثل رکورد مسی. چند رکورد مسی؟ 7 تا فکر کنم. این یه روز عالی بود برنده امسال، یعنی مهدی خان این جمله رو گفته. این جایزه واقعا خاص، این افتخار بزرگه و روز بسیار خوبی برام بود. بابا اینا رو ما میبریم، ولش کن، اینا رو میبریم، ولش کن، میبریم. 3 هیچ باختیم. ای خدا، ای خدا، نیمه نهایی به استیت ریمز رایمز کوفتی. چجوری ما 3 هیچ باختیم به اینا؟ ما هم اینا رو میبردیم تو لیگ، حذف شدیم از جام حذفی، میبردیم رفته بودیم فینال. ایسکا 1/4 نهایی پاریس سن ژرمن خورده به بارسلونا، توی چمپیونز لیگ اومدیم بالا، صدر گروه هم اومدیم بالا، دورتموند دوم اومد بالا، الان توی 1/4 خوردیم به بارسلونا و باید ببریمشون تو زمین خودمون. بس مهدی هم در حرکت فیکسه و توی لیگ هم دیگه نگم. چقدر فاصله داریم با حریف؟ تقریبا 30 امتیاز با دومین نفر فاصله داریم، به قهرمانیمون قطعیه، ولی متاسفانه جام حذفی از دست دادیم، اشکال نداره. مهم اینه که ما بتونیم چمپیونز لیگ رو بگیریم. چمپیونز لیگ مهمتر از جام حذفی. اوکی، سلام بر بارسایی عزیز، سلام بر بارسایی که میبینم 7-1 کامبک زده بودین تو زمین خودتون یا تمرین پاریس. حالا هک، الان ما اومدیم دوباره شما رو ببریم. اصلا نگران نباش، یه بار ما میبازیم، یه بار شما میبرین، حالا زمانشه که ما انتقاممون رو بگیریم. با کی؟ با منطقان پیاس. رونالدو همین الان نگاه کردم پست دیدم چوریچ پوکر کرد و تو دهن منتقدا 4 تا گل زد رونالدو تو یه بازی. 4 هیچ همون بازی رو بردن النصر. باش، آفرین، برو 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 نواس، آوری کلو نواس کلان به فرانکفورت، نه ببخشید به ناتینگهام فارست پیوسته، اما خب حالا فعلا روحش در اینجا هستش. بابا ما یه دونه شوت نکردیم تو نیمه اول، همشونا زدن. بفرمایید مسی خان به شوتش. مخلصم، مخلص، همین که به بارسا گل زدی واسه من دنیا میارزه. مسی کجایی؟ مسی کجایی؟ بیاین بیاین بیاین. بفرمایید پاس بیرون. امباپه از این وره تو را میرم، اگه شوت گل نشد بده من. گل نشد، گل نشدش. گوشه. ای وای، ای وای، ای وای، وای بارسا خطریه. گل خوردیم که تمام، مساوی شدیم و حساس شد تیم. من حالا نمیخواستم دوتا بازی بازی کنم، الان دوتا بازی هم باید بازی کنیم. این بازی برگشت، من تو ترکیب اصلی هم. خب ساعت 9 بعد از ظهر در ورزشگاه نیوکمپ بازی داریم. تو پوستر هم داریم مشاهده میکنید مهدی خان هستش،
تو زمین اینا خطری هم میذاره ما رو میترکونن. حواستون جمع کنین، اینا میذاره ما رو میترکونن، حواستون جمع کنین. تیم بده، تیم ناجوره. دروازه بارسا نیست، شرمندم، درست نکردم بازار، ممنون دیگه نیستم، نمیدونم. آها هان ماتی خان تو دروازه داشتی، سر تو پون داشتی. دیونگ رفتش خونه شون هلند از اسپانیا. بیا بیاین کمک. اه بابا دیونگ دوباره جا گذاشتم، برسون مسی. مسی ممنون، ممنونم ازت. یه شوت دیگر و توی دروازه پای چپ دوباره دیونگ. گل بعدی رو از خام ثمر میرسونه با قیافه خشمگین داشتم میگفتم اصلا چی دارم میگم، فقط میدونم که خوشحالم که دانی بارسا رو میبریم. بده جلو فابیان رویز، نگو شیرجه داره میره زیر پای بازیکن، جان من نشونش بده بنیامی. آفرین مرد تو معتی میره واسه که هتریک. گفتم کاتش بده 100,000 بار وقتی آردو رو میگیرن یعنی کات بده. نزدیک بشین، نزدیک دروازه چرف بشه بزن. آفرین، مگر این که مسی بزنه، کاپیتان تیم خودمون. اشرف رو، اشرف پاس، مهدی تیر دو. ای خدا بزن امباپه. تو ماشاءالله رو حرکت مهدی گل بعدی به ثمر رسونه. انقدر گفتم امباپه کاری نمیکنه، گل زد. بگیر ازش. او تیر دروازه. آره شانس داریم میاریم، خدا وکیلی شانس داریم میاریم. نیمار یه ذره من دارن اذیت میکنن. وای گل خوردیم، تمام سود قطعی شد. خدا نگهدار بارساگیا. و بله داریم با هم دیگه رئال و پی اس جی در نیمه نهایی. حالا وقتشه که اون سمتیازی که تو بازی دوستان از دست دادیم اونجا از رئال بگیریم. ساعت 9 شب در برنامه سانتیاگو برنابئو بازی داریم با رئال مادرید نیمه نهایی. ما اونجا 103 امتیاز گرفتیم، جدول 30 امتیاز با ما فاصله داره، نفر دوم قهرمانی 100%. الان آقا متوجه خواهیم شد پی اس جی خوب بود واسه مهدی یا رئال. بله بازی در ورزشگاه رئال، حالا مذاکره بچینیم ازشون، اشکال نداره، اما اومد ببریمتون. معذرت میخوام آقای آنچلوتی، آقای کریم بنزما درست شما بیرونی، اما من اگر شما تو بودی احترامتون رو حفظ میکردم و بهتون گل نمیزدم مثل بازی دوستانه، اما چون شما بیرونی دیگه من مجبورم دستم باز دیگه گل زنی واسم. بیا بگی رودریگو. واش بزن بره، براموس بزن بره دیگه. خوب حالا مسی پاس داد، خود مهدی حرکت کرده، میتونم پاس بدم بهش. مهدی پاس میده رو به داخل، بزن گل، اولین گل. وافت ماش کریم تو باشی گل نمیزنم به احترامت، اما تو نیستی باید گل بزنیم. خود مهدی یه پا عوض میکنه به داخل میاد، خود مهدی وینیسیوس جا گذاشته، کات دور بده برم. بیا تو کمک، بیاین کمک. خب من نمیتونم تنهایی گل بزنم اونجا که. خواهش میکنم ازتون بابا، این همه دارم خواهش میکنم ازتون، ندنشو تا دیگه. خواهشم به پرینا. ای وای پاس دادش مودریچ. خب نیمه اول تمام، ادر میلیتا اومد جلوش وایساد، یه پاوز میکنه مهدی میاره سمت داخل، حالا کات دور و توی دروازه. حال کردی یا نکردی؟ جای کوتینی رو پر کردم بغل مسی و رئال مادرید در کمال تعجب از خود مهدی خان گل خورد. معلوم میشه اونا والا 5-6 زدن، ما 5-6 زدیم، ولی ما گل زدیم. وای گل خوریم از وینیسیوس. مسی برو تو، ازن کوتور در آورد. تمام، دو بر یک برنده میدان شدیم. گفتم جوجه را آخر پاییز میشمارن. اونور دو کرده من سیتی با یه تیم دیگه، نمیدونم کیه. هنوز کار تمام نشده، بازیکن پاری سن ژرمن یعنی دوناروما این نظر در مورد بازی بازگشت مقابل رئال مادرید بیان کرد. ما میدونیم که مقابل یه تیم قدرتمند قرار دادیم، ما معتقدیم همه چی اینجا مشخص میشه. اوکی ساعت 9 شب در ورزشگاه ما به میزبانی خودمون. آقا کریم آخ کاپیتان این شات من نتونم گل بزنم. وینیسیوس و رودریگو هم هستن. بابا این چیه گذاشتی تو زمین؟ ما شاهد میکنید پاری سن ژرمن رئال مادرید در زمین ما. بابا چه زمین خوشگلی هم داره پاری سن ژرمن. برو شماره 11 بازی شروع کن. میتونه مهدی پاس بده، به مهدی توپ رسید و نمیزنه. این دفعه تو برمیگردونه مهدی، ادر میلیتو توپ چو زد، ولی مهدی دوباره توپو گرفت و یک. بابا کات بده. لب خط هستش. حالا کلیان امباپ پاس داده میشه، میرم واسه تک به تک شدن. پاسکاری های زیبا و شوت. برو اضافه شدم و نه ای وای سنگا دارم لیز میخورم. 5 تا شوت زدیم، یه دونش تو چارچوب نبود. من تعویض کردی، منو تعویض کرد. وای 9 دقیقه تمام کنی. تمام آفرین. گل زد فابیان روی زد، آخ یکی دیگه زد.
سلام بر فینال چمپیونز لیگ. سلام علیکم. من خدا حافظ رئال مادرید که واسه سومین بار دوباره حذف شدین شما توسط خود من. فینال خوردیم به کی؟ خوردیم به کی؟ اصلا دیگه تیمی که واسه روسیه است. اصلا باورم نمیشه این اومده فینال. بله، مهدی خان دوباره کنار کیلیان امباپه بهترین بازیکن فصل شد. ما باید همه چیزمون رو بذاریم وسط بازیکن پاریس سن ژرمن، یعنی مهدی خان کامل قبل از مسابقه با فلانی این رو گفت. ما خیلی خوب تلاش کردیم تا به اینجا رسیدیم. حالا باید از همون داشته هامون استفاده بکنیم در ترکیب اصلی ساعت 9 شب در ورشگاه ما. بریم تو رخیام ببینم چی داره میگه. بله مهدی خان داره با مسی خان صحبت میکنه، میگه که مسی خان بگه با هم دیگه لینک بشیم، پاس بدم بتم تو باس بدیم من گل بزنیم. گفته چی؟ ما تا تیم امید خیلی از مردمی برای این آدما مهمه که ما بریم اونجا و یه جام برنده بشیم. مشاهده میکنید وسط زمین رو، کاپ چمپیونز لیگ همین کنار هستش اگر بتونید ببینید، به اضافه اینکه الان دارید از روبرو کاپ چمپیونز لیگ رو مشاهده میکنید و کسی که بتونه این بازی رو برای این کاپ رو میبره به خانه. مهدی خان برای چهارمین بار این کاپ رو میبره اگر که بتونه ببره، که میبره، که میبره، مطمئن باش کاپ رو میبره مهدی خان به خانه. مهدی خان شماره 11 این تیم رو شروع میکنه در کنار مسی نیمار. حالا بازیکن ما یک دریبل انجام میده، میره واسه شوت، زنی شوتش سرکش از کنار دروازه بیرون میره. مسی بگیرش، پسان نکردم. مسی بیا، مسی خودش به مهدی، خود مهدی، حالا شوت. به من پاس دادی، به من پاس دادی، میتونم بزنم. آفسایده، آفسایده که یا علی مدد، یا اول فصل پنالتیه. دایف کرد، 100% دایفه. یا علی مدد شانسو، یک لحظه داور اشتباه میکرد پنالتیو گرفت. نیمه اول تموم شد 0-0. وای تعویزم کرد، مساوی، رفتش وقت اضافه. آفرین 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 نیمار، گلو زد بالاخره. نیمار فهمیدید که انتخاب مهدی اشتباه نبوده و خود مهدی رو میخوام ببینم. خود مهدی کجاست؟ آقا مهدی کو؟ کاپو بردی. خب مهدی کو شش الان؟ کاپو بردیم بالا. خب الان مهدی کو؟ مهدی با کاور هم نیومد حتی. بله خود مهدی حالا اومد کاپو بر بالا، کاپو بر بالا، کاپو بر سلطان گل زنی. به به خود مهدی میاد کاپو میره بالا. فکر کردیم اصلا نکس داد سمی گرفتی، سری کاپو گرفت قاپید برد بالا. به ما مشاهده میکنید مهدی خان، مشاهده میکنید که چمپیونز لیگ چهارم خود رو به دست میاره پس از جدا شدن از رئال مادرید. تونست چمپیونز لیگ رو ببره و رئال مادرید باز هم باخت. خیلی خوب، فقط بذارین بهتون نشون بدم مهدی چند تا گل زد. آقای گل شد نشد بهتون نشون بدم. مهدی واسه پی اس جی 59 تا بازی کرد، 48 تا گل زد به اضافه 19 تا پاس گل. بعد بنده گل مهدی خان آقای گل چمپیونز لیگ شد. 8 تا گل آقای گل چمپیونز لیگ شدم. آقا رده بندی گل توی لیگ، توی لیگ هم آقای گل شدم. 35 تا گل در یک فصل. خود مهدی خان چی گفته؟ گفته ترکیب تیم منتخب جهان اعلام شد. مهدی خان چی شد؟ حالا مهدی خان در مورد دعوت شدنش گفته میتونید. آو مهدی جزء تیم منتخب جهان شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه. فعلا تو ویدیوهای بعدی. همون امباپه که بارسلونا رو تو چمپیونز لیگ